تولیت حرم عسکریان سلام الله علیه ما تعداد زائرینی که در سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از استانهای مختلف عراق در شهر مقدس سامر را حضور یافته بودند را بیش از 3 میلیون زائر اعلام کرد. در بیانیه آستان مقدس عسکریان که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است چنین آمده: حرم مطهر امام حسن عسکری علیه السلام در شهر مقدس سامر را پذیرای بیش از 3 میلیون زائر برای بزرگداشت سالروز شهادت آن امام عزیز بود. گفتنی است تولیت حرم عسکریان سلام الله علیه ما بیش از این اعلام کرده بود که بیش از 850 موکب عزاداری و خدمات رسانی برای گرامی داشت سالروز شهادت ایشان برای ارائه خدمات مختلف زائران حضور یافتند. قدیمی ترین مساجد تاریخی شیعیان در مراکش در اثر زلزله‌ای که در 8 سپتامبر این کشور را به لرزه درآورد به شدت آسیب دیدند. از جمله این مساجد می توان به مسجد تین مل که تاریخ ساخت آن به زمان حکومت شیعه الموحدیه در روستای تین مل توسط سید ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن تومرت العلوی که نسبتش به امام حسن عسکری علیه السلام می رسد اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، مراکشی ها امروز نه تنها با تلفات هزاران نفر مواجه شدند، بلکه بسیار از اماکن تاریخی و فرهنگی را که در اثر زلزله ویران شدند از دست دادند. در این گزارش اشاره شده است که نزدیک به 900 سال شهر تینمل موقعیت مهمی در تاریخ اسلامی مراکش داشت، اما زلزله هفته گذشته بسیاری از اماکن تاریخی و اسلامی این شهر را به ویرانه تبدیل کرده است. مقامات شرق لیبی تعداد قربانیان سیل مرگبار ناشی از طوفان مدیترانه دانیل را 3845 نفر اعلام کردند. گفتنی است این سیل‌های مرگبار در اثر طوفان مدیترانه دانیل که در 10 سپتامبر شرق لیبی را در نوردید به وجود آمده است. محمد الجاره سخنگوی کمیته عالی امور اضطراری گفت که 43 جسد روز شنبه پیدا و دفن شدند. وی در نشست خبری که در اواخر روز شنبه برگزار شد افزود: متاسفانه مرگ و میرهای اعلام شده روز به روز افزایش می‌یابد. سازمان جهانی بهداشت تخمین می‌زند که نزدیک به 3958 نفر در سیل جان خود را از دست دادند و بیش از 9000 نفر دیگر هنوز مفقود هستند. در پایان گفتنی است شهر درنه بیشترین آسیب را متحمل شد که باعث شکستن سدهای شهر و ویرانی خانه‌ها و جان باختن مردم شد. به گفته مقامات لیبی حدود 70% زیر ساخت‌های درنه در اثر سیل‌های فاجعه بار آسیب دیدند. با عنوان از مسجد من بازدید کن، درهای 250 مسجد در بریتانیا برای معرفی اسلام به روی غیر مسلمانان گشوده شد. به گزارش الجزیره، شورای مسلمانان بریتانیا به منظور معرفی اسلام با عنوان مسجد من را ببینید روز درهای باز مساجد را برگزار کرد. بر همین اساس طی 2 شنبه و 1 شنبه 1 و 2 مهر ماه بیش از 250 مسجد در سراسر بریتانیا درهای خود را به روی بازدید کنندگان از همه ادیان و مذاهب باز کردند. این ابتکار شاهد حضور برجسته ای از چهره های سیاسی و نمایندگان سازمان های جامعه مدنی در بریتانیا است که از مساجد در مناطق محلی خود بازدید می کنند. اگرچه 2 دهه از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام در عراق می گذرد، اما مردم این کشور هنوز از آثار آن دوران رنج می برند. دورانی که جنایات صدام و تجاوزات وی به کشورهای همسایه به کشته شدن بیش از 1 میلیون عراقی منجر شد. حسین علی السلطانی رئیس بنیاد زندانیان در عراق در گفتگو با العالم اظهار داشت: هنوز قبرستان‌هایی در صحرای خارج از نجف و کربلا وجود دارد و گورهای جمعی نیز در نیزارها و نیز در منطقه دجیل کشف شده است، زیرا صدام زندانیان را به طور جمعی اعدام می‌کرد.
حسین علی السلطانی رئیس بنیاد زندانیان گفت گورهای جمعی به دو قسمت جنوبی و شمالی تقسیم شد، زیرا صدام هم با پیروان اهل بیت علیهم السلام عداوت داشت و هم با کردها. طارق المندلاوی مدیر کل بنیاد زندانیان عراق هم گفت رژیم صدام تلاش می کرد تا عراقی ها را زنده به گور کند و نمونه ساده آن کشف بیش از 300 گور جمعی تا کنون در عراق توسط اداره امور گورهای جمعی در بنیاد شهدا است. فرماندهی عملیات الانبار 8 شعبی امروز دوشنبه پس از دستیابی به اطلاعاتی درباره تحرکات داعش در مناطق خالی از سکنه، عملیات امنیتی گسترده‌ای را در مناطق غربی این کشور و مرز مشترک عراق و سوریه آغاز کرد. همچنین میدل ایست نیوز به نقل از خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد، وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش عراق دو پناهگاه تروریستی را در استان صلاح الدین ویران کرد. به گزارش میدل ایست نیوز به نقل از خبرگزاری رسمی عراق با این واحد روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد طی یک عملیات اطلاعاتی دقیق و پیگیری مستمر از سوی یگانهای دستگاه مبارزه با تروریسم و با هماهنگی اداره عملیات آسایش اقلیم کردستان عراق، تروریست تحت تعقیب به نام ابو بخاری در استان کرکوک دستگیر شد. این بیانیه می‌افزاید تروریست دستگیر شده در سمت فرمانده گردان خارجی در گروهک سنی‌های تندروی داعش مشغول فعالیت بود. رسانه پاکستانی اکسپرس تریبون در گزارشی اظهار داشت شمار مجموع پناهجویان افغانستانی در پاکستان به 3.7 میلیون نفر رسیده است. بر اساس این گزارش پس از تحولات دو سال اخیر در افغانستان بیش از 600 هزار پناهجوی افغانستانی وارد پاکستان شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز به رسانه ها گفته است شمار پناهجویان افغانستانی در پاکستان در ماه جون سال 2023 میلادی به 3.5 میلیون نفر رسیده است. قیصرخان آفریدی، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پاکستان خاطر نشان کرد، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال مذاکره با مقام‌های پاکستانی با هدف تمدید کارت هویت ثبت نام پناهجویان افغانی است و آنها امیدوارند که در این زمینه نتیجه مثبتی حاصل کنند. با این حال دولت پاکستان در این اواخر به اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از این کشور سرعت بخشیده است. و آخرین خبر این که شیخ قاسم حسناوی دبیر کل حرم زید ابن علی علیه السلام در استان بابل امروز دوشنبه از ادامه کار پروژه دیوارهای حرم مطهر خبر داد. حسناوی گفت دبیرخانه عتبات عالیات قول داده تا تمامی اماکن زیارتی را برای پذیرایی از زائرین و ارائه خدمات به آنان فراهم کند. وی در پایان افزود تمامی این اقدامات به منظور ارتقای سطح ساخت و ساز حرم مطهر و ساخت حرمی در خور شأن زید ابن علی علیه السلام می باشد.